سلام جناب آقای کاهانی، خسته نباشی. جشنواره هم تمام شد، نظرتون چیه و فضای جشنواره چطور دیدید؟ صمیمی بود. من دوستامو ندیده بودم، خیلی وقت بود و دیدمشون، رامبود دیدم، نگار دیدم، دلم براشون تنگ شده بود. بابک رو دیدم، فیلمساز عزیز. خیلی دیگه از دوستام، خانم میلانی که چون من ایران الان کمتر میرم و خب اینجا میزانسنی بود که میتونستم خیلی از دوستام رو ببینم و خب با تماشاگر رابطه خوب، ورکشاپ خوبی داشتم امروز. من میخواستم راجع به ورکشاپ ازتون بپرسم، چطور بود استقبال و چطور دیدی ورکشاپ رو؟ استقبال که با توجه به تعداد صندلی خب چون پر شده بود خوب بود. مهمتر از تعداد و استقبال، مهمتر از اون به نظرم حال خوبی بود که خودم داشتم بعد از پایان جلسه و احساس کردم که کسانی که در کلاس حضور داشتن اونها هم احساس من اینه که حس خوبی داشتن و به نظرم فستیوال از اون فستیوال هاست که میتونه در سالهای آینده بهتر برگزار بشه. تجربهش هرچه بره بالاتر بهتر میشه، نظم بهتری پیدا میکنه. در حال حاضر هم برای من شگفتی های زیادی داشت. به نظرم وسعت فستیوال خیلی خوب بود، خیلی لااقل در قیاس با فستیوال های دیگه‌ای که در ایرونیایی که در جهان برگزار میشه، من فکر میکنم از استانداردهای بهتری بهره من بود و البته خب بی عیب هم نیست مثل همه فستیوال ها و بعد تلاش بشه که عیبا برطرف بشه. اگر تجربه فستیوال بره بالاتر، طبیعیه که اون عیبان برطرف میشه. خب من فیلم نداشتم تو فستیوال، مهمون در واقع فستیوال بودم و فیلم های قدیم ترمو نشون دادن و همین ورکشاپی که امروز بود خیلی بهم خوش گذشت. امیدوارم که فستیوال ادامه داشته باشه. بینندگان ما خیلی دوست دارم بدونن کارهای آیندهتون چی قراره باشه، پروژه در دست دارین؟ من در حال حاضر که آخرین فیلمم که تایلند فیلم برداری کردم، دو سه روزه که فاینال شده پست پروداکشنش و الان تو استراحتم در تورنتو و دارم فکر میکنم مثل همیشه نقشه میکشم که چیکار کنم برای بعدی، فیلم بعدی. بله. آگهی ها و تبلیغات جشنواره رو دنبال میکردید؟ اصلا دیدید هیچ کدوم رو؟ منظورتون از آگهی ها یعنی؟ تبلیغاتی که قبل از شروع فیلم ها میومد، آگهی هایی که قبل از شروع فیلم ها میومد. بله بله، چاره ای نبود، اونا رو بعد میدیدیم. کدوم رو بیشتر دوست داشتید؟ از آگهی ها یه دونه پلان بود از فیلم بی خود و بی جهت که مال خودم بود، اون خیلی دوست داشتم. نه شوخی میکنم. خوبه که اسپانسرها هستن و مثل همه فستیوال‌های دنیا بدون اسپانسر برگزاری فستیوال میتونم بگم غیر ممکنه. منتها اونا هم باید تجربهشون بیشتر بشه، همونطور که فستیوال باید تجربهش بیشتر بشه. رامبد حرف خوبی زد شب قبل، نمیخوام دیگه حالا این همونو تکرار بکنم. یکم باید با تعریفای روز اسپانسرها در کنار فستیوال باشن، یعنی اونا باید بدونن که در کنار فستیوالن، فستیوال در کنار اونا نیست. این هم نیاز به تجربه داره دیگه. امیدوارم در سالهای آینده اسپانسرها باشن و با تعریف جدیدتر باشن. مرسی. و سوال آخر، این که سال آینده شرکت میکنید در این فستیوال؟ من اگر که دعوت بشم، وقت داشته باشم، میام، چرا که نه، چون دوستای خوبی پیدا کردم و به خاطر دوستامم که شده باید بیام.